موشکاف. سلام و عرض ارادت. آقا بنده موشکاف هی خدمت رسیدم و گفتم کار این نظام ولایت داره به جای باریک میکشه. حالا دیگه کار نظام هم به جای باریک کشیده هم بیخ پیدا کرده. آخرین نمونهش فیلمیه که تیغ‌کشای باند ولی فقیه درست کردن و پنبه شیخ فری رو توش زدن. مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی هستند. هدف اصلی ما از مذاکرات ایجاد ارتباط مناسب با رهبران احتمالی آینده ایران بوده. گفت برای تو الان که نظامی هستی سخنرانی ممنوع است. گفتم نه ممنوع نیست. من حقوقدان هستم و میدانم. سالها بود که این حرف مطرح بود منتها در محافل خصوصی بحثهایی مطرح شد که بیشتر در گوشی بود. آقای هاشمی که رفته بود خدمت امام، امام بهشون گفته بود که این چیه؟ به نظر ما امر بسیار خلاف اخلاقی بود. We went not bad in poker game too. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. روحانیت شیعه یعنی روحانیت مسئول. بله، این فیلم آبگوشتی که آقاییش رو ملاحظه کردید میگن دستپخت پاسدار ماستارای باند عظماست که الان سیدیش داره بین بسیجی ها دست به دست میگرده. بوی قضیه اونقدر بلند شده که صدای لاریجانی و حداد قاتلم در اومده. چند روز گذشته جنجالی بر سر سیدی من روحانی هستم در کشور ایجاد شد که البته بخشی از آن دروغ بود و محتوای این سیدی نادرست تدوین شده بود و هدف از این دروغ‌ها ایجاد دعوای داخلی است. من هنوز این سی دی را ندیدم و در این باره اظهار نظر نمی کنم، اما همه باید حرمت رئیس قوه مجریه را مراعات کنند. حالا بشنوید از شیخ بنفش و جیغ‌های بنفشش بعد از دیدن سی دی من یه روحانی هستم. البته دولت در پی سانسور دولتی نیست. همونطور که میبینید بیشترین نقد امروز در جامعه از دولت و دولت مردان میشود و من افتخار میکنم به دولتی که شرایطی را به وجود آورده است تا همه به راحتی حرف میزنند و نقد میکنند و سخن میگویند و گاهی از کاه کوه میسازند. تا اینجای قضیه شیخ فری تو کار پخت حلوا بود، اما از یه جایی یهو افسار پاره کرد و چماق اعتدال رو برداشت. ما اون چه پسندیده نیست آن که با پول مردم و با بیت المال مردم از دولتی که منتخب مردم هست و با رأی اکثریت مردم شروع به کار کرده است کسی بخواهد به جای نقد تخریب را پیش گیرد. این چیزی است که دولت نمیپسندد. ما از همه میخواهیم با شناسنامه حرف بزنند، بگویند از کجا هستند، بگویند وابسته به کدام جناح هستند، با نام جناح خود سخن بگویند.
نه با نام ملت ایران. به این میگن تله شیخ بری. میخواد بسیجی ها با پاسدارا شناسنامه درارن و بگن نام پدر سید علی خامنه ای. بعدم شیخ فری بگه برید ببینم بابا پی کارتون، عظما زهر رو زده رفته فضا، الانم خودش با جسم ناقصش مثل ماست پشت مذاکرات دراز به دراز افتاده. تازه خودش گفت امسال سال فرهنگه. گروهی میخواهند با اتهام و تخریب و تهمت و دروغ ضربه بر اخلاق جامعه وارد کنند. یادشون باشد امسال سال فرهنگ است، سال فرهنگ و اقتصاد است، نه سال تخریب است نه سال دروغ است نه سال مشغول کردن مردم به حوادث غیر واقعی و رویدادهای تخیلی که از ذهن کوچک برخی برمیخیزد. بله، از اونجایی که کرکوپر ولایت ریخته و عظما جیگر شناسنامه دادن نداره، فعلا تو کار یکی به نعل و یکی به میخه. واسه همینم از که شربت مداری بی خیال شناسنامه و این حرفا اینجوری میره تو شکم کوسه و شهفری. این مستند صرف نظر از این که لازم بوده یا نبوده نزدیک به 3 ماه هست که منتشر شده. چرا تازه بعد از 3 ماه به فکر اعتراض افتادند؟ مجموعه کارگزاران و مدعیان اصلاحات میخواهند از این طریق سوء مدیریت‌های اخیر خود را که به دولت روحانی تحمیل کردند و باعث نارضایتی مردم شده است بپوشانند. با این حساب شربت مداری خودش به عنوان یکی از سناریستای این فیلم آبگوشتی لو داد. بابا هنوز مذاکره به سرانجام نرسیده، کار این جکوچونه برای نظام به اینجا کشیده. وای به حال روزی که سید علی جام زهر رو تا ته سر بکشه و بقیهش دیگه دی 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 دی. موسیقی.